تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که شاخه خراسان گروه داعش به طور قابل توجهی در میان طالبان نفوذ کرده است. در گزارش تیم تحلیل و نظارت شورای امنیت گفته شده که در دوره تحت پوشش این گزارش حملات داعش به ویژه علیه شیعیان و غیر نظامیان همچنان ادامه داشته است. این تیم افزوده است که القاعده نیز با طالبان رابطه نزدیک دارد و 8 اردوگاه آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده است که تمرکز بالای گروه‌های تروریستی در افغانستان وضعیت امنیتی منطقه جنوب آسیا را تضعیف می‌کند و از میان این گروه‌ها بزرگترین تهدید شاخه خراسان گروه داعش است. بر اساس این گزارش 4 کمپ آموزشی القاعده در استان‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان و 1 پایگاه جدید برای ذخیره‌سازی تسلیحات در دره پنجشیر است. گفته شده که برخی از کمپ‌ها ممکن است موقتی باشد. طبق گزارش شورای امنیت سازمان ملل، 5 مدرسه القاعده هم در استان لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان و پروان فعالیت دارند. بیشتر صحبت کنیم در این باره با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی که از اسلام آباد با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای مطهری، گزارش تازه شورای امنیت از روابط طالبان با داعش و القاعده نشان دهنده چیست؟ آیا این گزارش می تواند تغییری در سیاست قدرت ها و جامعه جهانی در قبال طالبان ایجاد کند؟ سلام و درود خدمت شما و خدمت بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. گزارش اخیر سازمان ملل متحد واقعیت های افغانستان را ذکر کرده. طالبان نه تنها با القاعده، بلکه با تحریک طالبان تاجیکستان، با تحریک طالبان پاکستان و همچنان جیش العدل، جیش محمد، جنبش پاکستان و دیگر گروه های تروریستی بسیار رابطه خوب داره و فرماندهان گروه ها در افغانستان بسیار از اهمیت خوب برخوردار است و تحت حمایت مالی طالبان در افغانستان در مکان های هم زندگی میکنه و جدا از این موضوع حتی بعضی گزارش های ما از افغانستان دریافت کردیم که فرمانده ها و افرادهای کلیدی گروه های تروریستی در ولایت هایی که هم مرز با کشورهای همسایه افغانستان هست و اونجا در کابینه طالبان یا امارات اسلامی وظیفه اجرا میکنه. طبعا گزارشی که این روزها نشر شد برای کشورهای همسایه افغانستان آگاهی داده شد که اگر جهان، خصوصا کشورهای همسایه افغانستان، در مورد گروه های تروریستی در افغانستان مشترکاً مبارزه نکنه، شاید حملات بیشتر برای تروریستی در جهان، مخصوصا در کشورهای افغانستان خواهد بود. بله، این چندمین باری است که از تداوم حملات علیه شیعیان در افغانستان یاد می شود. چرا هیچ گونه اقدام عملی برای جلوگیری این گونه حملات صورت نمی گیرد؟ هدف طالبان یا القاعده در افغانستان یکی است. ما در چند دهه گذشته شاهدی بودیم که اگر طالبان مساجد هزاره و شیعه را انفجار دادن، طبعا داعش مراکز آموزشی را مورد حمله قرار دادن، اگر طالبان مردم هزاره و شیعه را در مسیر شاهراها گلویشان بریدن، گروه داعش شفاخانه های مردم هزاره را مورد حمله قرار دادن، حتی کودک که تازه به دنیا آمده بود او را شهید ساختن و همچنان مادران باردار در شفاخانه تانگ تل دشت برچی به شهادت رساندن. اما متاسفانه تا هنوز هیچ اقدامی در برابر نسل کشی هزاره ها و شیعه در افغانستان، بلکه جنایات طالبان در برابر مردم هزاره و شیعه پیدا کرده. بله. ما و شما در ماهای گذشته شاهد بودیم که طالبان دختران و زنان هزاره را بچه گروگان می گرفتن و زندان می بودن، در بدل رهاییشان 150 افغانی گرفتن، اسناد خانه مردم هزاره گروگان گرفتن، دیگر موضوعات.
بله جناب مطهری، با توجه به گزارش تازه شورای امنیت درباره رشد افرادگرایی و تروریسم، چه پیامدهایی در سطح منطقه و جهانی خواهد داشت؟ با ظهور دوباره طالبا به افغانستان، افرادگرایی رو به افزایش است در افغانستان. طالبان هزینه که قبلا به مدارس افغانستان میشد، هزینه که قبلا به مکاتب دخترانه میشد، امروز و هزینه ها را متعلق به ایجاد مدارس جهادی یا مدرسه های جهادی کرده، همچنان کندک های انتحاری، و که موضوع باعث نگرانی مردم افغانستان و جهان گردیده است. که از یک طرف طالبان مشترکی از کودکان افغانستان توی استفاده میکنه و کودکان افغانستان به مدارس جهادیشان و یا به کندک های انتحاری جذب میکنه و از اون طریق مغز و افکار نسل نوین افغانستان سستشو میکنند تا نیروی بیشتر را در افغانستان آماده طبعا گزارش بسیار گزارش مهم بود که جهان و کشورهای افغانی و کشورهای همسایه افغانستان آگاه ساخت که در قبال وضعیت فعلی افغانستان مشترکاً مبارزه بکنه. اگر مبارزه نکنه، قسم ما شما در ماهای گذشته شاهد بودیم که گناه توریستی بر کشور ایران، همچنان حملات اخیر را که در پاکستان انجام دادن، باعث نگرانی کشورهای همسایه افغانستان و باعث نگرانی جهان، مخصوصا سازمان ملل بله. ممنونم از توضیحات شما. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.